سرود و شادی سر و تا زنده این خداوند را با رقص و سرود و پرستش کنید. آمین. همونگونه که اعلام کردم چند جلسه هست درباره انسان مقدس و خدای قدوس صحبت میکنم. خدای قدوس که بی نهایت نیکویی هاست و انسان مقدس که یعنی پاک شده، تطهیر گردیده، جدا شده از چی؟ یا چند تا جواب بگیرم. این انسان مقدس از چی جدا شده؟ دیگه گناه جمع میشه. از این دنیای گناهالود، بله دیگه، ظلم، ستم، خودخواهی ها، وسوسه ها و
بدی‌ها، رنج‌ها، کینه‌ها، حسادت‌ها، جهالت‌ها، طمع، ترس‌ها، ناامیدی‌ها، بله همه اینها چیزایی هست که توی این دنیاست. اما اولین قلمرو و انحراف آدمی در باغ عدن به نظر شما چی بود؟ توی باغ عدن چه اتفاقی افتاد؟ جان؟ طمع؟ بله خب دیگه بی‌اطاعتی، همه اینها زیر پوشش عهد شکنی. آن عهدی رو که چون آدم و حوا که چیزی نمیدونستن، مفسرین کتاب مقدس بر این باور هستن که آدم و حوا توی بین 30 تا 34 سال 5 سال امروزی آفریده شدن، پس اونها آگاهی نداشتن. آنچرا که آگاهی داشتن روح القدس بود که به اونها میگفت. پس آدم و حوا نسبت به اون عهدی رو که با خدا بسته بودن شکستن. یعنی اولین انحراف اون بود که ثمره اون متاسفانه عدم اعتماد در مخاطبین، خیانت، دروغ، ریا و نهایتاً داریم میبینیم توی دنیا جنگ و جدل، قهر و جدایی و هلاکت هست. آدم و حوا عهد شکنی کردن، یعنی همانا بدقولی، چیزی که باعث متاسفانه این همه آشوب و تلخی در دنیا شده. شاعر میگه کجا شد عهد و پیمان را چه کردی؟ امانتهای چون جان را چه کردی؟ چی شد اون عهدی که بستیم؟ حالا من اینجا اشارم به در حضور خداست، به کلیسای مسیح هست، به روزی که تعمید گرفتی، به روزی که با معلمت صحبت کردی، به روزی که با خدا صحبت کردی تو سختی ها و مشکلات بودی، به روزی که با خواهر و برادرت صحبت کردی که برام دعا کن، من میخوام وفادار به کلیسای مسیح باشم، به کلیسای مسیح کمک کنم، بیام برم. میگه کجا شد عهد و پیمان را چه کردی؟ امانتهای چون جان را چه کردی؟ آدم و حوا چه کار کردید با این عهدی که خدا باتون بست؟ چرا کاهل شدی در عشق بازی؟ سبک روحی و مرغان را چه کردی؟ چگونه شد تو که در حضور خدا که کمال خوشی ها هست بودی، پر از شادی، پر از امید وارد کلیسا می شدی، با دردهات می اومدی یه بغل خادمین قرار می گرفتی، اشکاتو می ریخت، ترساتو بر می داشت با دعاهاش، نگرانی هاتو بر می داشت، می رفتی در حضور خدا، خدا تو رو برکت آرامش و تسلی می داد. چی شد آدم و حوا در باغ عدن؟ امروز هم ما در باغ عدن. باغ عدن یعنی محل ملاقات انسان با خدا. چه کار کردیم؟ حالا میتونی اینو تو بلوک خانوادت ببری، اون روزهایی که کسی که دوستش داشتی باش وقت گذاشتی، اون روزی که بچت به دنیا اومد، به خودت، به اون بچه، به اون نوزاد، به خدا گفتی من اینو رها نمیکنم، من جونمو براتون میدم، و و و و تمام عهدا و پیمانهایی که بستیم. چرا کاهل شدی در عشق بازی؟ سبک روحی مرغان را چه کردی که در حضور خدا روح القدس بودی؟ نشاط عاشقی گنجیست پنهان، چه کردی؟ گنج چه کردی؟ اون شادی، اون نشاطی که در حضور خدا داشتی مانند گنجی تو دلت بود. اکثر ایمانداران مسیح و خود من از جمله وقتی نسبت به مرگ فکر میکنیم و یه اتفاقی میفته، حقیقتا خود من وجودم پر از شادی میشه، چون چیزی به نام مرگ رو نمیتونم بپذیرم. من خودم رو در حضور خدا میبینم. چرا وعده خدا هستش که بدون داوری ما میریم به حضور خدا، بدون داوری ما میریم، و این فیض خداست. و اکثر کسایی که من دیدم توی لحظه های آخر بودن و ایماندار بودن، ازشون سوال کردم، به من گفتن بعد از ما فقط منتظر اون لحظه هستیم، حالا پر از درد بودن، اون لحظه هستیم که میریم در حضور خدا. و این قوت و همین شادی همون گنج پنهان هست که در وجود اون افراد هست. نشاط عاشقی گنجیست پنهان، چه کردی؟ گنج پنهان را چه کردی؟ چرا از دستش دادی؟ تو را با من نه عهدی بود ز اول، بیا بنشین بگو آن را چه کردی. متاسفانه گاهی
عهدها و پیمانها بدون هیچ اطلاعات درستی تو زندگی ماست. من کلا میدونم خدا وجود داره، به اینکه خدا وجود داره و حتی اینکه میدونم انجیل از طرف عیسی مسیح هست، من میدونم عیسی مسیح به خاطر گناهان بشریت اومده روی صلیب رفته و مرده و قیام کرده، من این رو کلی میدونم، اما من جزئی نمیدونم، من تحقیق نکردم، من کلاس های مسیحیت رو نرفتم، کلاس های بایبل استادی رو دیگه نرفتم. هی برادر امیر اومده اینجا داد زده، گفته اعلانات کردن. عزیزان در طول هفته میتونید 2 ساعت برای خداوند وقت بذارید، رشد روحانی کنید؟ گفتیم نه 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 نه، ما اسلام هم که بود 2 دفعه بیشتر مسجد نمیرفتیم، راست هم میگم، برای همین اسلام رو نشناختیم، برای همین بود که نفهمیدیم، قرآن تو خونمون بود نمیستیم تو قرآن چی نوشته، برای همین بود 40 سال پیش تا یه آخوندی به نام خمینی گفت حکومت اسلامی، همه گفت میخواییم میخواییم، حالا زنه بیهجاب بود، دامن کوتاه پوشیده بود، نمیفهمید چی میخواد، مرد کرباد داشت، صحبت از روشنفکری میکرد، شعور و معرفت میکرد، آگاهی میکرد، اما متاسفانه نمیدونست چی میخواد. گفت نه نه میخوام میخوام، نه درباره الله، نه درباره خدا، نه درباره با دینش و باورش هیچ تحقیقی نکردش. و شاعر دیگه ای، جای دیگه ای، زمان دیگه ای، ربطی به این شعر نداره، این گونه میگه: تا نهتی که با من بسته بودی، مگر بحر شکستن بسته بودی. اون عهد و پیمانی که روزی که نیاز داشتی به خدای حقیقی، خدای زنده، روزی که نیاز داشتی به کلیسای مسیح، روزی که نیاز داشتی که یه خادمی به تو رایت بده، تو رو تو دادگاه ببره، وکیلت بشه، کمکت بکنه، تو بیمارستان برات دعا کنه در نام عیسی مسیح، تسلی دلت باشه، مگه اون عهدو نبستی تو با خدا؟ همه ما عهد شکنی هایی کردیم. اما ایرانی ها اینو بدونن، در قلمرو مسیحیت قرار نیست ما کار اونهایی که در گذشته انجام دادن، مسیحیت سنتی رو داشتن، ما قدم برداریم. قرارم نیست مثل اسلام ما به مسیحیت نگاه کنیم. تمام شد. اگر کسی میخواد مذهبی باشه، اسلام مذهب بدی نیست، مسلمون باشه. اما اگر قرار هستش که به مسیح ایمان بیاوریم، یعنی شکل خود مسیح شدن، تخفیف نمیتونیم بدیم. اگر مسیح تخفیف نداد و اعلام کرد کامل شوید همچون من، نگفت شکل انبیا بشید، شکل انسانهای دیگه بشید، اعلام کرد شکل من بشید، تخفیف ندید، چرا که در برابر شما رستگاری است، چیز کمی نیست، نیاز امروزت نیست عزیز، نیاز امروزت برطرف خواهد شد، بهت قول میدم، اما نیاز آینده ای که هیچی ازش نمیدونی چی. شاعر اعلام میکنه، ادامه میده: چنان ابری به پیش ما بستی، چنان خورشید خندان را چه کردی. در اصل به نوعی وقتی از خدا دور میشیم، وقتی گناه میکنیم، دیگه انگار بین ما و خدا یه دیواری هست، یه دیوار هست. نه برادر، نه هیچ دیواری هم نیست، من کلام میخونم، من رادیو موعظه ها رو گوش میکنم. برادرم، خواهرم، از عطایات که خدا به تو داده خبر داری؟ مگه مسیحیت این بود که تو مذهبی بشی؟ مسیحیت یعنی شکل مسیح شدن. در طول این ماه چند نفر رو بشارت دادیم؟ چند تا مریض رو شما شفا دادی، دعا کردی؟ چند نفر رو تسلی دادی؟ برای چند نفر نبوت کردی؟ دست چند نفر رو گرفتی مثل مسیح؟ اگر حقیقتا این آنچه که من دارم میگم انجام دادید، آیا توانستی ستون یک کلیسایی باشی؟ مسیح کلیسا بنا کرد، مسیح گفت من شما رو یتیم نمیگذارم، که برید دنبال زندگیتون، بیزینستون، کارتون، ازدواجتون، اقامتتون رو گرفتید برید. اگه این گونه بود منم رفته بودم. من و همسرم فکر میکنم اگر تو ایران بودیم شرایط مالی بسیار خوبی داشتیم، بسیار خوبی داشتیم. اگر این امروز اینجا من و همسرم روبن عزیز، خادمین دیگه چه در این کلیسا و چه جاهای دیگه هستن، همه به خاطر این هستن تا بتونیم اراده خدا رو انجام بدیم، غیر از این نیست.
و توانستیم با فیض خدا انجام بدیم و اگر همه در کنار هم بیستیم این وفاداری در ما کار میکنه. برای همین تکلیف تو باید روشن کنی، یا ایماندار مسیح یا گرم گرم یا سرد سرد، ولرم نباش، هر دوش از دست خواهید داد. چنان ابری به پیش ما بستی، چنان خورشید خندان را چه کردی. و این عهدشکنی نه تنها متاسفانه در باغ عدن ما میبینیم آدم و حوا انجام دادن نسبت به آنچه گفتن، حتی قائن عهدی که با خانوادش بسته بود، با برادرش بسته بود. اینها رو میگم که نگاهی به عهدات بکن. اکثر آسیب هایی که ما میخوریم به خاطر اینه که ما پیمان و عهدهایی رو شکستیم. به خاطر خودت نیست، به خاطر شرط زندگیت نیست، به خاطر ترام نیست. مواظب باش، نگاه کن به زندگیت کجا ایستادی، چه عهدی رو بستی، شکستی. آدم و حوا عهدی که شکست دنیا رو به اینجا رسوند. شاول با خدا عهدی بست و خدا گفت تو پادشاه اسرائیل میشی، اما از اون جایی که متاسفانه ضعیف عمل کرد نسبت به عهد خودش، دیگه پادشاهی نه برای اون موند نه برای خانوادش این پادشاهی موند و ساقط شدن از این پادشاهی. برادران یوسف عهدشون رو شکستن با برادرشون، برای همین خجل زده شدن، شرمنده شدن وقتی که یوسف رو دیدن. عهد شکنی ها، بدقولی ها متاسفانه آسیب خواهد زد. در بین 12 شاگرد چه کسی عهد شکنی کرد؟ یهودا اسقریوطی. هرچند خداوند اون رو به خیریت تبدیل کرد و دلیلی شد که امروز ما نجات پیدا کردیم، روی صلیب رفت، بهر گناهان بشریت مرد و قیام کرد، اما اسقریوطی خودش چی شد؟ هلاک شد. بله، حتی پتروس اعلام میکنه که من با تو هستم، تو رو رها نمی کنم، عهدی رو بست. اما چی شد؟ عهد شکنی کرد. چرا عهد شکنی کرد؟ یه جواب داره. چون ترسید. اما زمانی که توبه کرد، برگشت، متوجه شد و بعد از روح القدس پر شد، اون زمان بود که وفاداران ایستاد. آنقدر وفاداران ایستاد که زمانی که میخواستم رو روی صلیب ببرن، اعلام میکنه که من لایق نیستم، منو مثل مسیح روی صلیب ببرید، منو وارونه روی صلیب ببرید، من این شایستگی رو ندارم. وقتی ما درک درست داریم، و اگر درک درست میخوایم داشته باشیم، باید در این مسیح از روح القدس پر بشیم. چون همه ماها که عهد شکنی کردیم، همه ماها، هممون ناراحتی، وجدانمون ناراحتی، توبه برای این موقع است. ما خیلی قولها دادیم نتوانستیم. پتروس هم قول داد نتونست، اما پتروس زمانی قولش رو توانست انجام بده که از روح القدس پر شد. پس این ضعف عمومیت داره. خودتو سرزنش نکن، خودم نمیخواد تو خودتو سرزنش کنی. امروز هم این کلام رو نمیشنوی که خودتو سرزنش کنی، نه، امروز این کلام رو میشنوی که توبه کنیم هممون، از جمله من، نسبت به عهد شکنی هامون و درست بیست. باز شاعر میگه دل ناله کند از من ناله کنم از دل، یارب تو قضاوت کن، دیوانه منم یا دل. دلم میگه میخوام این کارو بکنم، اما میبینم قدرتشو ندارم، میبینم مانند پتروس که اعلام کردم اما تواناییش رو ندارم. پس لازم داریم که تقدیس بشیم، لازم داریم که برگردیم به سمت خدای قدوس. در مزمور 33:9 میخونیم که خدا گفت و بشنوم شد. ما امروز میتونیم بگیم، خب فیلیپیان 4:13، من در ضعف هستم برادر رسول، خب منم میتونم مطابق این آیه بگم قوت هر چیز را دارم که در مسیح مرا تقویت میکند. آیا به همین آیه تمامه؟ آیا اگر من فقط همین آیه رو بگم تمام؟ میگه خدا گفت و شد، خب منم بگم و بشه؟ چون نمیشه، چون من قوتشو ندارم. میگم قوتشو در مسیح دارم. مسیح چی کار میکرد؟ در حضور خدا بود، از روح القدس پر میشد، صبحگاهان کلامی رو میخوند، شب قبل از خواب کلامی رو میخوند و
وقتی که میذاش از روح القدس فور بشه، اون وقت رو به ما یاد داد ما نیز اون گونه عمل کنیم. مسیحیت رابطه با خداست، مشارکت با خداست، از قوت او پر شدن هست. وقتی از قوت او پر بشی، سر عهدهات خواهی ایستاد و نیز وفادار خواهی بود به اون عهدت که چگونه عمل بکنی آنچه را که دوست درست هستش. در نامه عبرانیان میخونیم که اعلام میکنه چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید هرگز خدا اجازه نمیده حتی یکی از وعده‌هاش بر زمین بیفته. در دوم سموئیل 22:26 میخونیم، اعلام میکنه ای خداوند، تو با اشخاص وفادار هستی و به مردم بی عیب نیکویی خواهی کرد. کسی که بتونه در حضور خداوند باشه و وفادارانه عمل کنه. حالا ما قراره بر این نیستش که ما بگیم که خدا به ما امید داده، خدا به ما وعده داده، پس من به امید خدا میستم توی مشکلات و سختی ها عمل میکنم. اگر شناخت درست از این خدای وعده دهنده نداری، قولش هم قبول نکن، به دردت نمیخوره، دوزارم به دردت نمیخوره، قول میدی میری، هیچ قولت هم به درد نمیخوره. اگر خدای وعده دهنده رو خوب شناختی، نه فقط به یه اسم، اونو تجربه کردی، از ذات خدا که محبت و عدالت و رحمت و فیض و حکمت هست آگاه شدی، در من و تو عمل خواهد کرد. در غیر این صورت میشه یک امید واهی. بهتره که ما ناامید باشیم تا امید واهی داشته باشیم نسبت به هر موضوع. چرا زن و شوهر و دختر و پسر ها که با هم میخوان ازدواج کنن، کانسلر ها میگن اولین قدم این هستش که وقت با هم بذارید، که اول همدیگر بشناسید و اگر به هم قول و وعده دادید بدونید که قول هاتون درسته، اعتمادی هست. همه ما شاید این داستان رو شنیدیم که سربازی که در کنار کاخ نگهبانی میداد و وقتی پادشاه اومد متوجه شد توی سرما چقدر لباس کمی داره و به او گفتش که من میرم برای تو لباس گرم بیارم. وقتی که میره یادش میره، صبح که میشه بهش خبر میدن یک سربازی که نگهبانی میداده دم کاخ، اون نیز فوت کرده. وقتی که میره میبینه آره یک کاغذ مچاله تو دستشه، تو اون کاغذ نوشته بوده که ای پادشاه، من هر روز اینجا نگهبانی میدادم اما هیچ امیدی بر این نداشتم که یکی لباس گرم من بده و نگاه من به این که شما داری میای، این انتظار منو کشت. اگر خوب بشناسیم به وعده هایی که داده شده خوب نیستیم، پس لازم داریم ما خدا رو بشناسیم و در این مسیر به وعده های اعتماد کنیم. در مزمور 86:15 اعلام میکنه اما تو ای خداوند خدای رحیم و مهربان هستی. درسته که از ذات خدا داره میگه، اما اشاره به این هست که من و شما که امروز انسان هستیم، ویژگی ما باید رحیم و مهربان باشه. این ویژگی ما هست توی قولها و وعده هامون، باید این رو در نظر بگیریم. همیشه صبور و پیوسته وفادار و پر از لطف هستی، این نیز داره باهاش میاد. فیض خدا توی قولها هستش با ما. لطف من و تو و محبت من و تو و درک من و تو نسبت به قولهای دیگران که نتوانستن بیستن باید باشه، نتونست انجام بده. پس اونجا تلخ نشو، اونجا از محبتی که لازم داری باشه استفاده کن. پس بنابراین همون اگر صفات خدا بر این هستش که روی وعده هاش ایستاده، ما نیز باید به عنوان ویژگی خودمون بدونیم در کلام، در پوری روح القدس، در خدمت، در کلیسا، در محبت، در بشارت، در رویاها و در شرکت در عشای ربانی که هفته گذشته بود. تشویقتون میکنم عشای ربانی رو خداوند اعلام کرده که باشید. عزیزان، ما با مذهب روبرو نمیشیم، میگیم باشید یعنی بهتره. شما آزاد هستید، میتونید باشید، میتونید نباشید، اما اگر باشید عهدداری رو یاد میگیریم، نه تنها عهدداری با خدا، بلکه عهدداری با همسر، با فرزند، با همکار، با دوستانمون نیز میتونیم داشته باشیم. پولس رسول در این رابطه اعلام میکنه و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را میکشید، آیا منتظر آمدن مسیح هستیم؟ چرا منتظرش هستید؟ اون گفت من میام، شما چرا هستید؟ چون شناختید،
چون به توسط روح القدس تجربه کردید، به وعده او نیز اطمینان دارید. از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. واو. پس شماها که منتظر اومدن مسیح هستید، عطایای روح القدس رو دارید. عطای نبوت رو داریم، عطای شفا رو داریم، عطای ایمان رو داریم، عطای زبانها رو داری. پس استفاده کن ازش. مبادا بیخردانی بگن آنچرا که به عنوان عطایا بوده در کلام خداوند مربوط به 2000 سال پیش می شده و ایمان ما رو کم رنگ کنن، کم رنگ کنن، کم رنگ کنن. چه بسا که این کشور داره تو اون مسیر بوده است. کم رنگ و کم رنگ و کم رنگ، کلیسا میشه یک بیزینس، به چند فرقه اجاره بدن، کاری نداشته باشن اینها کی هستن، از کجا اومدن و چی کار دارن. از جمله همین کلیسا، همین کلیساها که پروتستان هستن. و فراموش کنن که هدف اصلی بشارت هست، هدف اصلی رسوندن خبر خوش نجات هست، هدف اصلی هست که مردمی که دارن هلاک میشن حیات رو داشته باشن. اعلام میکنه از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. او شما را تا آخر استوار خواهد داشت، تا در روز خداوند، روزی که مسیح میاد. روزهای یک شنبه که اولین روز هفته هستش، قرار اول روز هفته ما یاد بگیریم. آخر روز هفته نیست عزیزان، ما تو ایران که بودیم جمعه آخر روز هفته بود، اولین روز هفته است. قرار هست که ما یاد بگیریم چگونه با انرژی مثبت خوب، با آرامش، با شادمانی، با قدرت، با امید فردای پر از مشکلات رو رد کنیم. کلیسا برای همین میاد. کلیسا قرار نیست بیای مذهبی بشی. کلیسا قراره کلیسای پرستان مسیح بیای لا مذهب بشیم. در نامذهبی رابطه عاشقانه با خدا، خودت، خانواده و خلق خدا داشته باشیم. از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. او شما را تا آخر استوار خواهد داشت، تا روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. واو. پس لازم داریم تقدیس بشیم. من به عنوان یک کشیش هرگز نمیتونم بگم یک ساعت پیشم گناه نکردم. هرگز، هرگز. انسان هستم و گناه میکنم. پس احتیاج به تقدیس دارم. خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او، حیات او جاودان است. امروز حیات شما هم جاودان است. تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است. او همیشه به قول خودش وفاداری میکنه و وفاداری او هرگز برداشته نخواهد شد. اگر کسی درک درست از عهد و قول نداشته باشه، آنچرا که قلبی نیست اعلام میکنه و نیز آنچرا که قلبی نیست سعی میکنه انجام بده، اما درک درستی نداره. پس درک درست لازمه یک قول هست. قولهایی رو که دادی، دادی. قولها و وفاهایی که میخوای انجام بدی، عهدهایی که میخوای بدی، گوش فکر کن، کلی فکر نکن. شما وقتی میخواید بری یه ماشین لیست کنید، یه خونه بخرید، یه قرارداد بنویسید، یه قرارداد کلی به شما میگن. همه ما الان باز تو این سالها یاد گرفتیم تو اون پاورق یه چند تا خط نازک نوشته شده، خیلی ریزه، با ذره بین هم نمیتونی ببینی. بعد تموم که میشه، بعد از 2-3 ما متوجه میشی او اینجا باید یه پولی بدی، اونجا باید یه... میگی چی؟ میگی اون زیرشو نخوندی؟ اون زیرشو بخون، کلام خدا رو بخور. اگر سوال داری، من به عنوان شبان وظیفم جواب تو رو بدم. بلد نیستم، میرم یاد میگیرم، خودم یاد به شما جواب میدم. اما با شک نباید زندگی کنیم تا سر قولهامون برسیم. درک عهدداری رو بفهمیم، درک وفاداری رو بدونیم. چرا باید وفادار باشیم؟ چرا باید عهدی رو که بستیم انجام بدیم؟ شخصی داشت دوش میگرف و یه نفر صداش کرد تون باش بابا، باید بریم عروسی. گفت به من چه؟ گفت بابا به من چه؟ چیه؟ پسرت، عروسی پسرت. گفت به تو چه؟ درک نباشه این میشه. یه چیزی فقط ما انجام میدیم. وفاداری و عهدداری به عنوان ذات خداست که در عدالت او نهفته میباشد، به طوری که حتی اگر ما بی وفایی کنیم، هرچند از برکت خداوند دور میشیم، ولی دلیلی نمیباشد که خدا وفادار به آنچه که گفته نباشه. او وفادار خواهد بود و ما رو ترک نمیکنه. خدا منتظر ماست. آیا ما مطابق عهدی که بستیم منتظر او هستیم یا نه؟
هاللویا. مولوی میگه اندر دل من درون و بیرون همه اوست. اندر دل من درون و بیرون همه اوست، نه فقط تو کلیسا. کلیسا که میشه مذهب اگه باشه، تو رانندگی خدا با منه، توی کارم خدا با منه، تو رابطه هم خدا با من هست. خیلی سخت، خیلی سخت، اما همه جا خدا با من هست. و من باید اجازه بدم خدا قلم روی تصمیم گیرنده میشه. خدایی که میشناسم، اگه نمیشناسم اون مذهبه، اون تو رو نگران میکنه، اون تو رو میترسونه. اصلا تو چنین کاری رو هرگز نخواهی کرد، هرگز خودتو به خدا نمیسپاری اگر اون رو خوب نشناسی. در نامه تیموتائوس 2:13 اعلام میکنه، ولی اگر بیوفایی کنیم، او یعنی عیسی مسیح وفادار خواهد ماند، زیرا او نمیتواند، او نمیتواند خود را انکار کند. او نمیتونه. شاعر میگه من با تو یک دلم و سخن و قول من یکیست، من با تو یک دلم و سخن قول من یکیست، این از قول من که شنیدی سخن یکیست. خدا این گونه انجام میده. خداوند میگه گفت و شد. گفت یا شد یعنی چی؟ یعنی شما اومدی قلبت به مسیح دادی، درسته؟ خدا گفت من با تو هستم، من تو رو رها نمیکنم، من برکت زندگی تو هستم، من حافظ تو و خانوادت هستم. این رو شنیدی، از کلیسا میری بیرون، میبینی واو یه اتفاقی قشنگی افتاد تو زندگی، واو جدا خدا با من بود. میری جلوتر یه برکت، دوباره میگی وای خدا چقدر با منه. میری جلوتر یه مشکل، دوباره یه سختی، ده پس چی شد؟ اونجام خدا با تو، اونجام خدا با تو. تو سختی ها، تو شادی ها، تو غم، تو آرامش، تو برکت، تو بی برکتی روی زمین، خدا همیشه با تو هست. خدا هرگز تو رو تنها نمیذاره، خدا حامی تو هست. چقدر خدا رو میشناسی، اون موقع ناامید نخواهی شد. خدا در زمان توبه با تو نبوده، در زمان اجابت دعاهات با تو نبوده، خدا همیشه با تو بوده. خدا تو رو رها نمیکنه. این کلام رو من نگفتم، این آیه است که از کلام خداوند به ما داده شده که او ما را هرگز رها نمیکنه. پس هرگز نمیتونیم قیاس خودمون رو اون جایی قرار بدیم که اگر در مشکل هستم پس خدا گویا با من نیست. برای اینکه بتوانیم افراد وفادار باشیم، در ابتدا باید لحظه فکر کنیم به قولهایی که دادیم، عمل نکردیم. من از این قولها دادم عمل نکردم، نه شما دادم، من که دارید تلویزیون ها میبینه، فیسبوک میبینه، اگه چنین کاری کردید نمیخوام دستتون بره بالا، لطفا لحظه سرهای خودتون خواهم. عزیزان که روی فیسبوک هستن، روی شبکه هستن، شما هم نیست سرهای خودتون رو خم کنید. خواهش میکنم با خودتون رو راست باشید، با خودت رو راست باش، برو در حضور خدا، ببین کجا قولی رو دادی. حتی به خودت اگر قول دادی، به خودت قول دادی نتونستی انجام بدی. نمیگم نخواستی، میگم نتونستی. به همسرت قول دادی نتونستی، به بچت قول دادی نتونستی، به پدر و مادرت قول دادی، به دوستت قول دادی، به کلیسا قول دادی، به مسیح قول دادی، نتونستی. پتروس هم نتونست، ترس اجازه نداد پتروس درک درستی داشته باشه و این توانایی رو داشته باشه. ولی وقتی که توبه کرد، وقتی که از روح القدس پر شد، توانست آن عهدی رو که بسته بود رو انجام بده. توبه کن در حضور تمام آنچرا که نتونستی، توبه کن در حضور او. درسته از زمانش گذشته، دیگه الان دیر شده، بعضی از قولها و وعده های ما گویا که دیگه توی زمان نیست. بسپار تو دست خدا، چون قراره برگردی، قراره امروز برگردی توی اتوبان عدالت خدا که رابطه تو با خداست. همه رو بسپار. حالا اونهایی که به تو قول دادن، اونهایی که به تو وعده دادن، اونا رو هم ببخش، اونا رو هم بسپار تو دست خدا. اونا هم مثل من و تو که قول دادیم نتونستیم، اونها هم نتونستن، اونها هم نمیتونن. بپذیر به هر دلیلی، اونها رو ببخش. امشب
اجازه نده وجود فکر و ذهن و احساس تو با افکار خسته و کینه به خواب بره. بذار با یه بخشش، بذار با یه عشق، همه رو همینجا تسلیم مسیح کن. چه وعده هایی که نتونستی تو انجام بدی و چه وعده هایی که دیگران به تو دادن. شاعر میگه خوش است آن قول که با فعل هم زبان باشد، یعنی به زمان خودش. حدیث توبه مگو، حدیث توبه مگو، چون دلت پشیمان نیست. اگر دلت پشیمان نیست بدون نتوانستی خودت رو تقدیس کنی و به جایگاه درست بیستی. و اینک از خداوند بخواب که وجودت رو از روح القدس لبریز کنه. هر کسی شروع کنه برای خودش دعا کردن که خداوند من رو از روح القدس یک بار دیگه لبریز بساز، تا به قولهای خودم وفادار باشم، به عهدهای خودم وفادار باشم، حتی بتوانم آنانی که با من عهد بستن و انجام ندادن اونها رو ببخشم و نیز من حتی بتونم اونها رو کمک کنم، درکشون کنم. چرا به وعده هاشون نایستادن؟ الان میتونه وقت شفای تو باشه، وقت آزادی تو باشه. اصلا تو به خاطر همین اومدی تو کلیسا امروز، تو اومدی که شفا بگیری. مسیحیت یعنی این که مدام شفا گرفتن و در سلامتی زندگی کردن. بپذیر افکار پراکنده تو رها کن. منم نبین، خدا داره با تو صحبت میکنه نه انسان. بذار صدای روح القدس رو بشنوی. از من که انسان هم نشنو، از روح القدس بشنو، با تو کار داره. عبور کن از اون جایی که دیگران به تو بدقولی کردن، عبور کن از اون جایی که خودت هم قول دادی. حالا خودتو سرزنش نکن، آزاد شو. خدا این آزادی رو به تو داده و روح القدس میخواد تو رو برکت بده. اما پوری روح القدس رو بطلب و همه اینها رو در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. هاللویا، شکر. بریم با هم دیگه. عزیزان همه بروشور دارید؟ اونهایی که بروشور ندارن دستا بره بالا لطفا. کیه بروشور نداره؟ اگر بروشور نه به دستتون بروشوراتون رو بردارید. اینها دروس زندگی هست عزیزان. ما اینجا درس مذهب هرگز ندادیم و نخواهیم داد. هاشا. درس زندگی هست. منم درس نمیدم. کلام خدا و روح القدس هست. لطفا بروشورها رو بگیرید، پر کنید. بریم با هم دیگه نامه اول پتروس 1:15-16 رو داشته باشیم. بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. آمین. آمین، 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 آمین. اگر او قدوس هست ما باید خودمون رو تقدیس کنیم. او یک دیواری که تابلوی آگهی بود نوشته بود نصب هر گونه وعده دروغ پیگرد الهی دارد. هر قولی که میدیم حتی به بچه هامون خیلی مواظب باشیم. وقتی بچه هامون قول میدیم انجام نمیدیم، به اونها هم یاد میدیم که قول بدن انجام ندن. همون کاری که نظام جمهوری اسلامی کرد، که تعلیم اشتباه و خوی متاسفانه بی‌اعتمادی رو در کشور عزیز ما ترویج کردن و در جایگاهی قرار دادن که اونجا رویای خداوند و اراده خداوند چقدر سخت انجام میشه. و وای بر من که تمام وقتم در حضور خدا صرف نیازهام بشه به جای اینکه بتونم از آنچه که اون منو نجات داده، کامیابی رو به من داده، امنیت رستگاری رو به من داده دور بشم. خدا بهترین رو به من داد تا در جایگاه درست قرار بگیرم، در مسیر اراده او روش کنم. اما من هنوز به دنبال نیازهای زمینیم هستم، هنوز عذر میخوام، ببخشید، کاسه چه کنم دستم گرفتم، یا مال خودم، یا مال بچم، یا مال شوهرم، یا مال دوستم، یا مال پدر و مادرم. هیچ اشکال نداره نیازتو میبری، اما بزرگترین نیازی که خداوند برطرف کرد روی زمین نجات و رستگاری ما بوده. در ابتدا میچشیم محبت اونو، اما بقیهش دیگه نمیتونه این باشه که دوباره به دنبال نیازهامون فقط به حضور خدا بریم. شاعر میگه فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون اشفه کند
در کارش. فکر خدا این هست که ما شکل او بشیم، در حضور او رشد کنیم، کامل بشیم. فکر من این هستش که بتونم تو این دنیا، دنیایی که از من خواهد رفت، برای خودم یک زندگی آنچنان خوبی داشته باشم که من درش اشکال نمیبینم، کلام خداوندم درش اشکال نمیبینه. اما این گونه نباید باشه که وقتمون رو در حضور خداوند برای چیزهایی بدیم که از من خواهد رفت. هرگز کسی و حتی خودت رو سرزنش نکن برای حتی بدقولی‌های دیگران عزیزان. این رو نیز عرض کردم. پس لازم داریم که در این رابطه اگر فکر می‌کنیم کسی به ما بدقولی کرده، اونها رو نیز ببخشیم و بدونیم شاید منم اونجا بودم بدقولی می‌کردم. نمی‌دونیم. شاید منم اونجا بودم بدقولی می‌کردم. نمی‌خوام توجیه بکنم ولی می‌تونه این گونه باشه. پس ادراکی که روح القدس میده درک مخاطب است توی زندگی. شخصی که ناراحتی قلبی داشت و مدام لاتاری میخرید، خانوادهش متوجه شدن که 10 میلیون دلار لاتاری برنده شده و از اونجایی که میترسیدن به اون بگن و یک باره اون حالش بدتر بشه بر اثر این هیجان، رفتن با پزشکش در میون گذاشتن. وقتی پزشک متوجه شد گفت کار خوبی کردی، چون این هیجان برای اون میتونه بد باشه. گفتن آقای دکتر میشه شما بگید، چون شما هم خیلی دوست داره، یه جوری بهش بگید. دکترم گفت خب باشه بگو بیا تو مطب. وقتی مریض میاد شروع میکنه باش صحبت کردن، میگه اگه تو 1 میلیون دلار توی لاتاری برنده بشی چی کار میکنی؟ میگه خب نصفشو میدم به تو. دکتر یه چشاش میگه اگه 5 میلیون، میگه بازم نصفشو میدم به تو، تو کمکم کردی سلامتیمو به دست. میگه اگه 10 میلیون، گفت بازم نصفشو میدم. آقای دکتر همونجا سکته کرد. پس ما نمیتونیم عزیزان انتظار داشته باشیم جایی که خودمون در ضعف هستیم دیگران در ضعف نباشن. بریم با هم دیگه نامه افسوسیان 5:1-21 رو لطفا بشنویم. از انجیل شریف میخواستم. آیا کسی اینجا کتاب مقدس شریف همراهشه؟ بله؟ هیچ کدوم کتاب ما از شریف رو نداری؟ نه؟ خب از قدیمی بخونیم لطفا. مایل بودم از انجیل شریف خونده بشه که احتیاج به توضیح نداری، از همون تفسیری یا تفصیلی رو بخونیم. تفسیری داریم؟ بله؟ تفسیری؟ نه نمیخواد، نمیخواد. بفهم بخون، بفهم بخون. لطفا کتاب مقدساتون رو همراهتون بیارید، اگر نمیارید لطف کنید روی بایبلاتون، حتی صداشو قطع کنید، میتونید ببینید کلام رو. چقدر خوبه این کار انجام بدیم. بله بفهم. پس چون فرزندان عزیز به خدا اقتدا کنید. آمین. و در محبت رفتار نمایید. آمین. چنان که مسیح هم ما رو محبت نمود و خیشتن را برای ما به خدا هدیه و قربانی برای عطر خوشبوی گذرانید. اما زنا و هر ناپاکی و طمع در میان شما هرگز مذکور هم نشود، چنان که مقدسین را می شاید. و نه قباحت و بیهودگویی و چرب زبانی که اینها شایسته نیست، بلکه شوق‌گذاری، زیرا این را یقین می دانید که هیچ زانی یا ناپاک یا طمع که بت‌پرست باشد میراثی در ملکوت مسیح و خدا ندارد. پولس رسول داره هوشیاری میده در اصل که کاملا به شباهت مسیح عمل کنی، چرا که خودش اون مسیر رو طی کرده. پس داره میگه کاملا خودتو تقدیس کن، بهانه نیار، دلیل انسانی نیار نسبت به قولهایی که دادی، وعده هایی که دادی. آخه من که پولس نیستم، من که از روح القدس انقدر پر نیستم، هیچ کجای کلام خدا ننوشته فقط رسولان مسیح کشیشان باید زندگیشون پاک باشه. همه یکی هستیم. درسته بر معلمین داوری سخت‌تر خواهد بود، درسته بر کلیسای مسیح داوری سخت‌تر خواهد بود، اما قرار بر این نیستش که بگیم چون فلانی معلم کلام خداست باید قوی تر از دیگری باشه. همه ما یک هستیم. بله. هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد، زیرا که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت نازل می شود. پس به دنبال این نرید که بریم یه کشیشی که یه خورده صحبت از امید و شادی و یه خورده جوک بیشتری بگه، یه خورده به ما امید فقط بده، نکنه صحبت از توبه کنه، نکنه صحبت از تقدیس کنه، نکنه یه موقع بر فرض سخت بگیره مسیحیت رو. نه نه نه، ما دنبال کسایی بریم که دنیا الان داره باش سازش میکنه، میگه همه راه ها به خدا میرسه. بعد رسول چرا میگی الله خدا نیست؟ چرا میگی الله بوته؟ چرا میگی همه میرن برای داوری؟ نه نه، این حرف رو نزنید.
نمیتونیم. اگر این گونه بود اینو خدمتتون عرض کنم، هرگز 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 رسولان روی صلیب نمیرفت، هرگز هرگز یوحنا سرش بریده نمیشه، حتی یوحنا که مردش، پولس رسول سرش بریده نمیشه، تا یوحنا توی روغن داغ گذاشتنش. همه اینها، همه رسولان مستقیم و غیر مستقیم، با فرهنگ اشتباه، با مذهب دروغین و با دولت‌هایی که ظلم و ستم کردن مبارزه کردن. تاریخ این را ثابت میکنه، چون مجبور بودن در برابر خرافات که میستن، در برابر دولتی بیستن که خرافات رو داره ترویج میکنه، برای همین تبعید میشدن، برای همین به زندان میرفتن و برای همین بود که روی صلیب کشته شدن. اگر سازش کرده بودن با اون دولت‌ها، با اون قدرت‌ها، هیچ مشکلی نداشتن، چون سازش نکردن. امیدوارم این سرزمین به جایی برسه که کشیشا و شبانانی داشته باشه در آینده. امروز خیلی کم میبینم، من خیلی کم میبینم جایگاهی داشته باشه که در برابر آنچه که نرمش شده متاسفانه سازش نکنن، بیستن، مانند شبانان و کشیشهایی که در زمانی که کشور آمریکا تحت استعمار انگلیس بود، شبانان و کشیشها شلاق خوردن، زندان رفتن، شکنجه شدن، اما دست از موعظه های بیدار کننده بر نداشتن و دست بر نداشتن. حتی امروز من از کلام خدا دارم میگم، از تاریخ آمریکا دارم صحبت میکنم. لطفا تحقیق کنید، تحقیق کنید، با تحقیق برید جلو. کشیش رسول چی گفت؟ چرا کشیش رسول میگه سرنگون باد نظام اسلامی؟ از خودش داره میگه؟ آیا رسولان دیگه چگونه عمل کردن؟ من کاری ندارم شبانان دیگه میگن یا نمیگن، میخوام بگن میخوام نگن، من آنچه کلام خدا میگه و روح القدس هست دارم میگم، که مردان خدا و زنان ایمان هرگز در برابر ظلم سرخم نکردن و ما هرگز خم نخواهیم کرد. هرگز. خوش به حال جمهوری اسلامی که من آمریکا هستم. این خودستایی نباشه. اگر در ایران مونده بودم 100% مجموعه ای رو مهیا میکردم، ایماندارا رو متحد میکردم در برابر کلیساهایی که بستن بیستن و سکوت نکنن تا کلیساها باز بشه. متاسفم که کشیشای دیگه این کارو نکردن، متاسفم براشون، متاسفم که به نوعی سازش کردن. مردان خدا هرگز سازش نمی کنن، با حکمت و با محبت عمل خواهند کرد، اما سازش هرگز نمی کنن. بفسوس بفسوس که امروز اگر کسی صحبت از دردمندی ایرانی ها و مشکلات و سختی ها می کنه، تو مارک سیاسی بهش می زنن، میگن شخص سیاسی شده دیگه، این کشیش کشیش سیاسیه، چون از درد مردم داره میگه. از زیر اون کاسه نیم کاسه چه خبره من نمیدونم، ولی ما سازش نمی کنیم. ما اعلام میکنیم در نام عیسی مسیح، خداوند این نظام اسلامی رو سرنگون کن. ما اعلام میکنیم پادشاهی تو رو میخوایم خداوند. ما اعلام خواهیم کرد که خداوند تو خدای حقیقی ایرانی هستی. الله خدا نیست، الله بتی بیش نیست، ما به دنبال خدای حقیقی میریم و مردم ایران را تشویق میکنیم توبه کرده و به حکمت و خرد که از طرف خدا هست نیز ایمان بیارن و عمل کنن با آنچه که درست هست و عهدشون را وفادارانه بتونن بیستن. بله؟ و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید، بلکه آنها را مذمت کنید، زیرا کارهایی که ایشان در خفا میکنند حتی ذکر آنها هم قبیح است. لیکن هر چیزی که مذمت شود از نور ظاهر می‌گردد. سپاسگزارم. لطفاً این قسمت رو برید بخونید. نامه اپوسیسیان 5:1 الی 21. وقت نیستش توضیح بیشترم باید بدم، اگر شریف بود شاید راحت‌تر بود، اما تشویقتون می‌کنم لطفاً بخونید آنچه که پولس رسول میگه، آرزوی دل تمام شعرا و نویسندگان ایرانی و اندیشمندان ایرانی بوده در گذشته و تا به امروز هم هستن عزیزانی که مایل هستن. آرزوی دل مولوی بود که دوست داره اگر به نام انسان خوانده شدیم در چارچوب انسانیت نیز عمل کنیم، نه مذهب. از این رو مولوی این گونه اعلام میکنه: عشق را بی معرفت معنا نکن، عشق را بی معرفت بدون شناخت تعریفش نکن. مثل این پسرهایی که عذر میخوام ندید بدید تا یه دختری رو میبینن خیلی زیباست، از راه دید آه من اینو میخوام، این زن من بشه. خب میشناسیش؟ عذر میخوام، ببخشید، شاید 20 تا پسر دیگه هم مثل تو فکر کردن الان هیچ کدوم راضی نیستن باشه ازدواج کنن. یا برعکس دختره،
آخرین پسر زندگی من. تحقیق کردی؟ بدون تحقیق که نمیتونی. آخ کاش که من دکتر بشم. میدونی دکتر شدن یعنی چی؟ کاش که من رئیس جمهور بشم. میدونی رئیس جمهور تو آقا ترامپ شده دیگه. خیلی از کلیسا برای ترامپ دارن دعا میکنن. ولی ببین چقدر تو چه حملاتی هست. چقدر رسوا شد بیچاره. کار عادی شده داشت انقدر رسواش نمیکردن. پس این گونه نیستش. تحقیق کن. چی میخواید؟ چه چیزی رو میخواید؟ خدای خودت رو تحقیق کن. عشق را بی معرفت معنا مکن. زرنداری مشت خود را باز نکن. اگه آگاهی نداری چرا مشت تو با میکنی؟ اگه نسبت کلام خداوند چیزی نمیدونی، کلاس ها رو نرفتی، مسیحیت چیست رو نرفتی، برادر امیر هر سه شنبه اومده اینجا از کلام خدا گفته که من وقتی اومدم خیلی برکت گرفتم و شما دو ساعت وقت نذاشتی از کار زندگی، بعد میری به یه نفر میخوای بشارت بدی، میگی میخوام ولی نمیدونم چی باید بگم. خب بیا کلاس ها رو، دانشت رو زیاد کن. میدونم پول لازمی زندگی هست، اما آیا خدای ما نمیتونه اون قسمتی که تو برای کار اون میذاری خدا تو رو برکت بده؟ من با خدایی که روبرو شدم این خداست. اونجایی که وقت گذاشتم برای کار خدا، من خدا چندین برابر من داره. من اینو دیدم، برای همین دارم این تعلیم رو میدم. عشق را بی معرفت معنا مکن. زر نداری مشت خود را وا نکن. گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت را زیبا مکن. اگر اطلاعات کامل نداریم چرا دربارش صحبت میکنی؟ اطلاعاتو زیاد کن. خیلی از عزیزان هستن نه کلاس مسیحیت چیست اومدن، نه کلاس های برادر امیر رو رفتن. تو یک کلیسا ماهی یه دفعه اومدن رفتن، ولی وقتی بهشون میگیم برادر لازمه کلیسا بیا، برادر من خیلی من فلان و اینا، ولی توی مشکل که میفته میبینیم چقدر تو داد میزنه مسیح کجایی؟ چی شد پس؟ خوب دیدن شرط انسان بودن است. عیب را در این و آن پیدا نکن. اگر ما یه محبتی تو دلمون داریم کاری انجام میدیم، ربطی به مسیحیت نداره. هر انسانی باید انسان خوب باشه، چه مسلمان باشه، چه بهایی باشه، چه یهودی باشه، چه بیدین باشه، انسان ها باید خوبی بکنن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کسی عربد کرده ای حاشا مکن. اگر اشتباهی کردیم، گناهی کردیم، امروز که من از شما عزیزان خواهش کردم توبه کنید، توبه کنید، اعتراف کنید. نامه یعقوب 5:16 میگه نزد یکدیگر اعتراف کنید. نزد کسی که کارشناسه، اطلاعات داره، به تو کمک میکنه، کانسلر خانواده است، نمیدونم میتونه به تو کمک کنه. برو بهش بگو مشکلت چیه، ضعفت چیه، تا بتونی از اون مشکل رهایی کنی. ای که از لرزیدن دل آگاهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. ای که خودت که بارها برات اتفاق افتاده، توی مشکلی افتادی، دیگران رو درک کن و ببین اونها هم نیز احتیاج دارن. ضرب دست تف دادن ابلهی است. کلام خداوند نیز اعلام میکنه خادم رو بلا فاصله تو کلیسا به کار نگیر، آسیب میخوره. حداقل 5 سال مطابق کلام خداوند یک خادم باید تعلیم بگیره، بیاد کلیسا بره. وقتی تعلیم خوب گرفت میتونه خداوند رو خدمت کنه. ولی خب این روزا به خاطر این کلیسای فارسی زبان یک روزه وقتی که افتتاح میشن یه ماه هم میخوان 1000 نفر توش باشن، هر کسی هم به کار میگه متاسفانه اشتباه رو خود منم بار میکردم، بگیم به خاطر ناچاری. ولی وقتی طرف 2 ماه 3 ماه میاد دیگه نمیتونیم باش حرف بزنیم. امیدوارم به کسی بر نخوره. ادعاش این هست که از منم بهتر میدونه، از دیگرانم بهتر میدونه، ولی کلام خداوند داره این هوشیاری، همون کلامی که باعث نجات ما شده، باید بیاموزیم. ضرب دست تف دادن ابلهی است. اشک را نظر غم دنیا نکن. دنیا یه روز خوبه، یه روز بده، یه روز سختیه، یه روز امنیت و شادیه. واسه این دنیا رو نخور. مشکلات فردا هست، واسه فردا رو نخور. پیروی خورشید و یا آینه باش، هرچه عریان دیده ای افشا مکن. پیروی کلام خدا باش، برو در حضور خدا از روح القدس پر بشو، قوت خدا رو داشته باش. اجازه نده سختی و مشکلات این دنیا تو رو در بر بگیره و باعث غم و آزردگی تو بشه. اگه همه برشو رو داریم لطفاً چراغای وسط رو روشن کنید. سپاسگزارم. خودکار دارید عزیزان، بریم بپردازیم به 3 نکته. همه برشو رو داریم؟ قدوسیت خدا و مقدس بودن انسان.
قدوسیت خدا در بی نهایت بودن نیکویش می باشد که دلیل رحمت او در جهان است. مقدس بودن انسان در دور بودن او از گناهانش می باشد که باعث نزدیکی وی به خدا می شود. نکته دوم، قدوسیت خدا در بی نهایت بودن حکمتش می باشد. پس احتیاج داریم که دلیل حقیقت او در جهان است. مقدس بودن انسان در دور بودن او از خرافات می باشد که باعث ایمان وی به خدا می شود. نکته یا سوم، داریم نکته سومو؟ این چی بود پس؟ نکته سوم نداری؟ خب من نکته سوم براتون میخونم. همینه؟ نه این نیستش. نه این نیست. لطفا بنویسید. قدوسیت خدا، جاشو پر کنید. قدوسیت خدا در بی نهایت بودن عدالتش میباشد. او عادل هست. این رابطه درست من با خدا که دلیل امنیت او در جهان هست. مقدس بودن انسان در دور بودن او از جور و ستم می باشد. ما وقتی بدگلی می کنیم می دونید که دل می شکنیم. اگر جور و ستمی هم می کنیم، نظام اسلامی چرا داره مردم رو اذیت می کنه؟ تو بهشت زهرا خمینی عهدی رو بست، انجام نداد، و بعد عهد بستن نداد، روحانی دوباره اومد عهدی رو بست، انجام نداد، شد جور و ستم. مقدس بودن انسان در دور بودن او از جور و ستم می باشد که باعث وفاداری به وی خواهد شد. خداوند وفادار به تو، تو نیز وفادار باش. نویسنده ای میگه پیمانی را که در طوفان با خدا بستی در آرامش فراموش نکن. که چه اتفاقی افتاده؟ خسته اید؟ اگه خسته اید خمیازه بکشید. خب بریم با هم. میخوام بهتون یه داریم اون طرحو، یه طرحو بهتون نشون بدم. لطفا به این طرح دقت کنید، سپاسگزارم. خب اینو میبینید همه؟ اگه میخواید عکس بندازید بندازید، منم کنارش بندازید، یه عکس بندازید لطفا داشته باشید. البته روی یوتیوب هم میتونید برید ببینید. انسانی که اول یه دست بزنید برای پرویز عزیزم. مرسی پرویز جان. I love. من معمولا میکشم با اون دستخط دکتریم میدم به پرویز جان. نمیدونم پرویز جان چجوری متوجه میشه اینو، ولی واقعا زیبا درست میکنه. انسانی که به مسیح بشارتش میدن، من بر فرض مثال تو زندگیم، تو دنیا، تو گناه هستم، منو بشارت میدن. وقتی منو بشارت میدن به چی بشارت میدن؟ به عدالت خدا، به کار مسیح روی صلیب. اونها خدای قدوس، صلیب مسیح، من رو به اون معرفی میکنن. وقتی من رو به اون معرفی میکنن، نگاه من ایمان منه، توبه من، وقتی توبه میکنم برمیگردم، مسیر نجات من. من میگم واو، یعنی مسیح به خاطر گناهان من مرد، من دیگه سینه و زنجیر نباید بزنم، به زبان عربی نماز نباید بخونم، من با اطمینان میرم در حضور خدا، تموم شد اون درد و اون وحشت، اون شک. وقتی که من میبینم این راه رو، میبینم واو، انسانهایی که توی این مسیر هستن، اسم این مسیر عدالته و انسان مقدس میتونه توی اون قرار بگیره و اونجا کامیابی رستگاریه. وقتی که من قدم برمیدارم و در این راه قرار میگیرم، این تضمین 100% من هست. و مشکلات هست، سختی ها هست، گناه هست، بی حکمتی هست، اما خون مسیح هم هست. میبینید؟ خون مسیح اونو کفاره میکنه. تحت پوشش خون مسیح میتونی خودتو قرار بدی. سختی ها و مشکلات تحت اون قرار میگیره و اون موقع این آیه برات معنی خواهد داشت. نامه اول قرنتیان 13:13، ولحال سه چیز باقی است، یعنی ایمان که گرایش تو رو به حقیقت دوخته، که توجه و باور و توبه و برگشت به سمت خداست، امید، تضمین خون مسیح برای ادامه راه، محبت به توسط روح القدس با خدا همراه و همفکر بودن. اینجا هست که اما بزرگتر از همه اینها محبت هستش، که ما میتونیم به توسط روح القدس تو یک مسیر درست قرار بگیریم و اون موقع جایگاه ما جایگاه خوبی خواهد بود. یعنی با خدا راه رفتن، با او زندگی کردن. شاعر میگه اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی صاحب، بی حاصل و بی خبر بود. تا زمانی که با خدا هستم پیروزی دارم، برنده هستم، موفق هستم و کامیاب هستم و پیروزی ها با من خواهد بود.
اما وقتی با خدا نیستم باز شک و ترد نیز شدن من رو در بر خواهد گرفت. بریم با هم دیگه آخرین آیرم نیز داشته باشیم. نامه افسوسیان 4:22-23. تا آنکه شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد از خود بیرون کنید و به روح ذهن خود تازه شوید. آمین. 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 پس ادامه بدیم تا شکل خود خداوند تخفیف نده به خودت. به مسیح ایمان آوردی، میباید شکل حتی قول نده دل یکی رو خوش کنی. حواست باشه بعضی موقع ما یه قولای میدیم به بچه همون دلش رو خوش کنیم، بد انجام نمیدیم. به همسرمون جرأت دارید البته اگه این کار رو بکنید، انجام نمیدیم، فقط میخوای دلش رو خوش کنی. یه موقع هم در حضور خدا میگیم خدای اگه این کار رو بکنید داریم با خدا معامله میکنیم. ما این کار رو میکنیم، نکنید این کار رو، توش مسئولیت هستش. فقط فکر نکن که یه قول دادن کارو تموم میکنه. قول تو شروع هست، شروعی هست که اگه انجام ندی باش میتونه مجازات باشه، میتونه دردها و رنجها نیز داشته باشه. شخصی وارد فروشگاهی میشه برای خریدن یک سمک، وقتی وارد میشه میگه ببخشید این سمکا قیمتش چنده؟ میگه این 5,000 دلاره. میگه نه اینو نمیخوام. میگه این 2,000 دلاره. میگه ارزونتر. میگه خب این 500 دلار. میگه نه بازم ارزونتر. میگه این 50 دلاره. میگه چجوری کار میکنه؟ میگه اصلا این کار نمیکنه، فقط اینقدر بزرگه که گوشت میذاری همه میفهمن، فقط داد میزن. ما قرار نیست که بگیم ما مسیحی شدیم، تعمید گرفتیم. مسیحیت با خودش مسئولیت میاره و باید در اون مسئولیت بیستیم. لطفا لحظه سرهای خودم بخند. با آنچه که شنیدید از روح القدس فکر کنید. خواهش میکنم اگر قرار هست قولی بدی الان بده، به خدای خودت قول بده، به خدای خودت، به خدای حقیقی، به مسیح که قول داد بهر گناهان بشریت روی صلیب میره و میمیره و پس از 3 روز قیام میکنه و همون انجام شد. امروز قول رو به مسیح بده، قول بده و بگو که میخوام در مسیر اراده تو، در مسیر همین اتوبان عدالت قدم بردارم. ضعیفم، ناتوانم، نمیدونم، نمیتونم، از تو میخوام که تو قوت من باشی. ای روح القدس تو توانایی من باشی. من و اهل خانواده و هر آنچه که دارم رو برکت بده. روح تو بر من باشه. تو سخن بگو و تو عمل کن و تو جلال یابی پدر. و اجازه بده همان گونه که تو گفتی و شد تمام قولهای من بشه، تمام وعده‌های من عملی بشه و تو جلال یابی. و همه اینها را در نام مسیح می‌طلبم. آمین. آمین که با ایمان دریافت.